Đúng rồi, số là bảo sao nó mới xong dấu nó mà nó corona ai của nó ai cho cái như ai bộ sao sao cái chết này. Bale dar WhatsApp barodaron aziz harakat kunid dar WhatsApp faqat shaxsone savol navisan ki masalahoi oilavi masalahoi shaxsiye ki dar huzuri mardum pursidanish sharm medorand un masalahoi dar WhatsApp dihet kushish mikunim javob dodam va bale bisyor savolho ziyod shudast digar imkoniyati javob dodam az roi nabudani vaqt nadorem lekin inshaalloh ba qadri imkon kushish mikunim. و مسئله دیگر این است که قرآن را از طرف سوره های پایان حفظ کنیم یا از سوره بقره از طرف بالا؟ بله، بهترین راه حفظ قرآن این از طرف پایان است. سوره فاتحه را حفظ میکنید، بعد از آن سوره قل اعوذ برب الناس، بعد از آن فلق، بعد از آن اخلاص، همین گونه از پایان به بالا میروید. وقتی که پورا قرآن را حفظ کرده شدید، بس تکرار از طرف بقره میشه. صحابه ها رو وقتی که پرسیدن که شما چگونه کیف تحذیبون القرآن، چگونه قرآن رو تقسیم کرده ختم میکنید، گفتن که ما قرآن رو در 7 روز ختم میکنیم. روز یکم 3 سوره، روز دویم 5 سوره، روز سوم 7 سوره، روز دیگری 9 سوره، روز دیگری 11 سوره، روز دیگری 13 سوره، سپس از سوره قاف تا سوره ناس. یعنی در 7 روز صحابه ها ختم میکردن. یعنی قاری قرآن اگر در 7 روز یه مراتبه ختم نکند، قرآنی که حفظ کرد از دست می دهد. برادرای قاری و همه برادرها طالب علمان قاری های قرآن، همه شما خاطر رسان می کنم به خاطرتان یه مراتبه دیگه می بیارم که یکی از گناه های عظیم حفظ کردن قرآن و بعد از آن فراموش کردن قرآن. قرآن همگان می دانیم که برای ما روز قیامت یا حجت بر فایده ما می شد یا بر ضرر ما می شد. شما ببینید چخیل در حفظ قرآن عذاب کشیدید. بعضی ها در 5 سال حفظ کردن. بله، بعضی ها در 2 سال حفظ کردن، بعضی ها در 1 سال حفظ کردن، بعضی ها در 3 سال حفظ کردن. از این طرف حفظ می کردیم، از این طرف فراموش می شد. چگونه مشقت بود؟ پدر و مادران شما عذاب کشیدن، استادانتون عذاب کشیدن، حتی در جایهای ما مجبور میشدن استادا طلبه ها رو میزدند، با ضرب کلتک حفظ کردن. این قرآن اذیت کردن بسیار مشقت است، بسیار وزنین است. وقتی که قرآن اذیت کردید اگر فراموش کنید این گناهی است. امام نووی در کتاب التبیان فی آداب حملت القرآن سبحان الله یه روایتی را آوردن که این روایت بسیار روایتی که می ترساند قاری قرآن را. برادران قاری های قرآن، به بازگشت به دین مقدس اسلام کنید، بازگشت به این کتابی که به شما آبرو داد، مال و ملک داد. حضرت حافظ شیرازی می گفتن که هر چی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. این آبروی ما، این مال ما، ملک ما، شهرت ما از بالای قرآن بود. اعتراف میکردم صبح خیزی و سعادت طلبی ای حافظ، هر چی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. باید این قرآن رو با چنگال های خود مستحکم گیریم، حفظ کنیم، تکرار کنیم، عمل کنیم. در یک دهه چارکوه زیاده از 3000 قاری بودند. وقتی ختم قرآن در ماه رمضان می شود، 4 نفر، 5 نفر قاری ها می توانند به مردم امامتی کنند. ببینید در یک دهه زیاده از 3000 قاری داشتیم. در شهری کانیبادان بعدی پاشخوردن شوروی یکم قاری نبود. سالهای 2000 یا 99 اولین قاری ها بر آمدن، قرآن حفظ کردند. خیلی البته کم است در شهری ما نسبت به اسفره یا دیگر کشورها، دیگر شهرها. ولی به هر حال امروز از سبب شرایط ها تغییر یافتنش
قرآن را فراموش کردند. یه مراتبه همه آنها را خاطر رسان میکنیم و این خاطر رسان کردن چه خیلی که گفتیم معنای اونه ندارد که ما از آنها بهتر هستیم و ما از شما بهتر هستیم. فقط خاطر رسانی از یه مسلمان یعنی یه مسلمان دیگر را باید خاطر رسانی کنید. و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مؤمن ها را خاطر رسان کن چون خاطر رسان کردن برای مؤمن ها فایده دارد، گفت الله تعالی در سوره ذاریات. خلاصه امام نووی در کتاب تیبیان هر روایتی را آوردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شب معراج وقتی که به آسمان برآمدند برای من تمام عمل های صالح نشان داده شد، ثواب عمل ها را دیدم، حتی آن آدمی که از مسجد یک گرده یا مثقال ذره یگان خس است، یگان کاغذ است، یگان افلاسی در مسجد دیده سو همون گرفته سو برآورده بیرون پرتافته است، یه عملی کوچک است، ثواب همون هم دیدم، یعنی ثواب های معیده ها را دیدم و ثواب های بزرگ را هم دیدم و گناه های کلان را هم دیدم، گناه های معیده را هم دیدم. ناگاه بزرگترین گناهی که دیدم افتن کسی که قرآن را حفظ کرده است و فراموش کرده است. البته در قرآن کریم آمده است که از همه گناهی کلان شرک است، لیکن در این روایت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یکی از گناه های کلانی که به من نشان داده شد این حفظ کردن قرآن سپس فراموش کردن آن است. گفتم بنابراین باید به تکرار قرآن و حفظ قرآن و تعلیم قرآن کوشیم، فرزندان را تعلیم قرآن دهیم، به مردم تعلیم قرآن دهیم. ابو دردا رضی الله عنه بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهر دمشق آمدند، مسجدها برای تعلیم قرآن میدگی میکرد، در صحرا درس میدادند، سبحان الله، در حلقه علمیشان 3000 نفر اشتراک میکرد، این در مجلس ما 940 نفر در آمدند، 3000 کس اشتراک میکرد، در صحرا درس میدادند، مردم حلقه نشستند، در مابین حلقه با خر میگشتند، اکرمکم الله، یعنی حلقه که دراز بود دیگر در بالای خر نشسته گذن به نزدی طلبه ها رفته تو خان گفته مردم را قرائتش را گوش کرده اصلاح میکردن. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که بهترین شما ای امت محمد صلی الله علیه وسلم، ای مسلمان ها، بهترین شما آن آدمی که قرآن تعلیم میگیرد و قرآن تعلیم میدهد. اگر 10 دقیقه از همین 24 ساعتتان برای تعلیم قرآن وقت جدا کنید، 10 دقیقه در نزد یک قاری، در نزد یک استاد، حتی به طریقه آنلاین باشد هم اگر درس گیرید، شما از جمله بهترین ها میشید وقتی که این تعلیمی که گرفتید با یگان کسی دیگر اگر تعلیم دهید.